بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند خوبی ها سلام و عرض احترام دارم حضور شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشیم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از درس های سواد آموزی از طریق تلویزیون معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و همچنین از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که نظریاتی دارم میشه که با ایدی تلگرام پیام بگذارم. دوستانی که فرصت ندارم تلویزیون نگاه کنم میشه که درس های سواد آموزی را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم که انشالله مشکل از عزیزم حل شه. خب بیننده نهایت عزیز و سواد آموزان گرامی، ما و شما بازم سلسله درس ما و شما ادامه داره. امید است که حتما کارخانگی خود انجام داده باشیم. ما و شما جلسه قبل چند صفحه کارخانگی داشتیم؟ 8 صفحه کارخانگی داشتیم و گفتیم و عزیزانی که بعضی کلمات مشکل دارم میشه که بیشتر بنویسم، 10 صفحه 12 صفحه امکان داره بیشتر بنویسم که زودتر انشالله مشکلات املای انشا از اینا حل شه. و حتما این کار رو هم شما انشالله کرده باشیم و عزیزانی که نکردیم حتما از این برنامه انشالله میشه که کتابچه خود بدیم یکی دست یکی از اعضای خانواده بگیم که اینا بر شما املا بگم و شما بنویسیم. در اخیر باز کتابچه خود بدیم که غلطی ها شما رو بگیرم انشالله که اونام اصلاح شه دیگه چیزی باقی نمانه. ما جلسه قبل تا به حرف رر بیامدیم با همدیگر کار کردیم. امروز انشالله درس ما و شما آواز با مثال از حرف ز شروع میکنیم. میم 8 آواز زیر می نویسیم، باز برای هر کدام یک مثال ما و شما با همدیگر می نویسیم. درس ما و شما به درس 29 قرار داریم. درس ما و شما 29 عنوان درس ما و شما است آواز با مثال. چی آواز بگیم چی صدا بگیم بازم یک موضوع یک معنی و مفهوم داره. میم 8 آواز کدام حرف می نویسیم؟ حرف زیر می نویسیم. ببینیم داریم ز، ز، زو، زا. آواز پنجم چی مایه؟ یای نیمه، این دیگه حروف زی. آواز ششم داریم زی. آواز هفتم ما و شما به چی ختم میشه؟ به حرف وو، زو. آواز هشتم ما و شما میشه زو، زو. درست شد؟ یک دفعه اینو میخونیم با هم دیگر. داریم ز، ز، زو، زا، زی، زی، زو، زو. حالا میم مثال می نویسیم. داریم ز، ز، ز چندم ما و شما، ز اول. بعد داریم میمی، میم چندم، میم ششم. به چی ختم میشه؟ به حرف نون، نون چندم، نونم اول. چی شد؟ ز، زمین. داریم ز دوم ما و شما، داریم ز، ز، ز چندم، دوم، زن، نون چندم، احوال، د، دال چندم، اول. داریم گیگی، گاف چندم ما و شما، گاگی گوگا، گیگی، گاف چندم، گاف ششم. گاف ششم ما و شما همین قسم خوانده بودیم، درسته؟ چون آخر کلمه، کلمه ما و شما ختم میشه، به زینجگاه ما و شما گفتیم مکلفیم به عوض یای نیمه کدام یا بنویسیم؟ یای کامل بنویسیم، درست شد؟ زه، زندگی. داریم آواز سوم ما و شما داریم زو، ز، ز، زو، ز چندم ما و شما، ز سوم. ها، ه، هو، هیدو چشم چندم، هیدو چشمم سوم. ر، ر چندم اول. به چی ختم میشه؟ به ه، هی هم اول. زو، زوره. داریم آواز چهارم ما و شما هست ز، ز، زو، زا، ز چندم، ز چهارم ما و شما، درست شد؟ زاق. به چی ختم میشه؟ به حرف قین، قین چندم، قینم اول. چی شد؟ زا، زاق. داریم آواز پنجم ما و شما هست ز، ز، زو، زا، زی، ز چندم ما و شما، زی پنجم، زی، ن، نون چندم، نونم اول. به چی ختم میشه؟ به حرف ب، ب هم اول. زی، زینب. داریم آواز ششم ما و شما هست زی، زی، زی چندم ما و شما، زی ششم ما و شما. به چی ختم میشه؟ به حرف ر، ر چندم، ر اول.
زی زیر داریم آواز هفتم با شما هست عزیز و زازی زی زو 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 زی چندم شد هفتم به چی ختم میشه؟ به جیم جیم چندم جیم هم اول چی شد؟ زو زوج زو زوج آواز هشتم با شما هست زو عزیز و زازی زی زو زو زی چندم هشتم به چی ختم میشه؟ به حرف ر ر هم اول زو زور حالا میایم با هم دیگر اینا اول آوازا رو تکرار میکنیم مرحله بعدی باز میایم کلمات داریم ز میشه که شما تکرار کنیم ز ز زو زا زی زی زو زو ز زمین ز زمین ز زندگی ز زندگی زو زهره زو زهره زو زهره زا زاق زا زاق زا زاق زی زینب زی زینب زی زینب داریم زی زیر زی زیر زی زیر زو زوج زو زوج زو زور زو زور خب داریم ما و شما زه زمین 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 روی زمین ما و شما را میریم نه زمین نمیگیم زمین گرده زمین همین زمینی که ما و شما روی را میریم کار میکنیم گندم کشت میکنیم داریم زه زندگی زندگی کردن صبح و شم زندگی نمیگیم ما زندگی خود خوب بسازیم یک زندگی روشن بسازیم یک زندگی باسواد بسازیم زندگی کردن گزاره کردن آواز گیرم یاد ما و شما رفته گیگی آواز چندم میشه ششم داریم زو زهره زو زهره زهره اسم اسم خانم هم هست زهره خانم و همچنین یک سیاره هم هست بنامشی به نام زهره اورانوس و زهره و پلوتون و مریخ و غیره داریم زا زاق زاق چه پرنده دیگه نه زاق یک نوع پرنده پرنده سیاهی میگیم زا زاق پرنده داریم زی زینب زی زینب زینب چه اسم زینب خانم زینب داریم زی زیر زیر دست زیر کتاب زیر پا درست شد زی زیر داریم زوج زوج به معنای جره دو نفر زوج نمیگیم فلانی زوج خوبیه یعنی زن شوی خوبیه با هم دیگر خوب زندگی میکنم زوج به معنای جره زوج موفقه فلانی و فلانی زو زوج زو زور زو زور 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 بازو نمیگیم فلانی زور داره حال زور و نیرو و قوت ما و شما به چیه؟ به درس خواندن ما و شما نه هر کس بیشتر و بیتر درس بخونه و زودتر باسواد شه علم زیاد داشته باشه در حقیقت بگیم فلانی زور داره نیرو داره داریم زه زمین زه زندگی زه زوره زه میرزا زی زینب زی زیر زو زوج زو زور به حرف زیم شاگردای عزیز ما آمدیم به حرف زه زمین یک کلمی با هم دیگر نوشته کردیم حالا شما میتونیم کلمات دیگه هم پیش خود رو اضافه کنیم درست شد مثلا زه زرگر درست شد داریم زه زندگی زو زوره شما میتونیم کلمه به اولی و زه باشه وسط زه باشه اخیری حرف زه باشه میتونیم شما کلمات دیگری هم بنویسیم مثلا زیبا زیاد زیر داریم زو زوره زو زوره زوحل و غیره داریم زا زاق مانند چی؟ زاق باز میرزا و غیره زی زینب زینب زینت زیب زی زیر زیر زو زوج زو زور میم به سمت کارخانگی شاگردای عزیز بازم از همین کلمه زمین شما چند صفحه می‌نویسیم؟ یک صفحه حتما بعد یک صفحه بنویسیم همین خط اول همین صفحه خود شما چیکار می‌کنیم؟ شماره گذاری می‌کنیم زه زمین شما همین خطر حتما شماره گذاری می‌کنیم باز صفحه بعد می‌خوایم زندگی بنویسیم زندگی اگر می‌فهمیم تصور می‌کنیم که زندگی یک صفحه نوشته کردیم بازم
متوجه نمیشیم که بنویسیم، از این میشه که دو صفحه بنویسیم، دو نیم صفحه بنویسیم. کلماتی که ساده تر میشه کمتر بنویسیم، نصف صفحه یا یک صفحه. کلماتی که مشکل تره دو صفحه سه صفحه بنویسیم. زندگی شماره گذاری حتما هر صفحه یک خط میکنیم. صفحه بعد میخوایم زوره بنویسیم، ایرم همچنین خط اول شماره میدیم. صفحه چهارم خو میخوایم شما زاق بنویسیم، خط اول حتما شماره گذاری کنیم. صفحه پنجم میخوایم زینب بنویسیم، خط اول حتما شماره بدیم، زی پنجم نون اول به اول. صفحه ششم خو میخوایم زیر بنویسیم، حتما خط اول شماره بدیم. صفحه هفتم زوج میخوایم بنویسیم، ایرم همچنین شماره گذاری کنیم. صفحه هشتم و صفحه آخری هم چکار میکنیم؟ زور مینویسیم، ایرم حتما چکار میکنیم؟ شماره میدیم. و شاگردای عزیز یاد شما باشه درس روزمره ای که ما میخونیم حتما به خانه عزیزایی که سواد دارم میشه که شما کتابچه خور بدیم دست از اونه، اونو از شما املا بگیرم و همچنین بر شما بگم که کدام کلمات شما ضرورت به اصلاح داره، یعنی مقبولتر بنویسیم، قشنگتر بنویسیم و یکی یک صفحه دو صفحه دیگه هم بنویسیم که کلمه رو حتما نوشته کرده بتانی، حتما املا یاد شما نره. به کارخونگی هم از هر کدام یک صفحه بنویسیم، مجموعا چند صفحه میشه؟ مجموعا 8 صفحه میشه. شاگردان عزیز، رسیدیم به پایان یکی دیگر از درس‌های سواد آموزی از طریق تلویزیون معراج. امید است که از داشته‌های برنامه سواد آموزی عزیزانی که کم سوادم یا بی سوادم استفاده خوب کرده باشم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم.